سلام خدا خدای پاک و به همتا عزیزان همیشه همراه سلامهای ما را پذیرا باشین تقدیم میکنم بر نگاه های پر از مهر و محبت همه شما عزیزان بیننده به خصوص هموطنان عزیزم خدا کنه که جور سعدمن باشین در هر جایی که هستین و بیننده برنامه هستین زندگیتان پر از احساسات خوب باشه الان احساسات خوب چی میتونه باشه احساسات خوب یعنی دعای پر از مهر و محبت پدرها و مادرهای عزیز نصار شما عزیزان باشه و احساس خوب یعنی داشتن یه تفکر زیبا در زندگی و در کنار هم بودن با عشق و محبت و دوستی احساسات پاک میشه احساسات خوب میشه و در آخر احساس خوب یعنی نگاه پرمهر خداوند نصیب همه ما و شما عزیزان باشه انشالله بهترین لحظات را برای همه شما عزیزان خواهان هستیم با برنامه روشنا از شبکه جانی هادی بخش فارسی دری با شما عزیزان همراه و همگام هستیم و در یک روز سهشنبه به صورت لایو و زنده منتظر پیام های شما عزیزان هم هستیم میتونین با ما در ارتباط باشین خوشحال میشیم که نظرات، پیشنهاد، انتقاد، سؤال هر گفتگویی که دارین ما پذیرا هستیم پس همراه ما باشین تا آخرین لحظات موضوع برنامه ما مواد مخدر و اعتیاد و آسیب های روانی که به خصوص در نوجوانان بررسی میکنیم والا هر کدام از اعضای خانواده و جامعه پس همراه ما باشین در برنامه روشنا و کارشناس محترم برنامه که امروز هم در استودیو حضور دارن خانم حسینی عزیز کارشناس برنامه ما سلام از میکنیم خدمتشان و خوش آمدید بسم الله الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین سلام خدمت شما و بینندگان خوب ما خانواده های عزیز ما میگم انشاءالله که خانه‌هایشان آباد دلهایشان آرام امنیت صلح آرامش و عشق همواره در خانه‌هایشان جریان داشته باشند الهی آمین و سپاسگزار هستیم از حضور گرم همه شما عزیزان ما در رابطه با مواد مخدر و اعتیاد صحبت های زیادی داشتیم در هفته های مختلف و گفتیم یک معضل بسیار و مشکل و معضل جهانی هست و بر حال معضل بهداشتی، روحی، روانی، جسمی، اقتصادی، فردی و بسیار بسیار چیزهای دیگه که همه اینها میتونه که جز معضلات جامعه ما حساب شوه و معضلات خانواده های ما و به خصوص افراد خانواده و جامعه فرق نمیکنن وقتی که ما از فردی صحبت میکنیم و از یک شخص صحبت میکنیم این افراد میتونه جز خانواده و جامعه باشه و هر فردی یک خانواده و جامعه را تشکیل میتن پس یکی از معضلات فردی اجتماعی و جامعه محسوب میشه و خانوادگی محسوب میشه ما میخوایم امروز هم نسبت به این موضوع صحبت کنیم با شما عزیزان و انشالله که شما خانواده های محترم و پدرها و مادرهای عزیز مثل همیشه بیننده برنامه باشین و اگر چنانچه با افرادی که به مواد مخدر اعتیاد دارن همراه هستین آگاهی های لازم را داشته باشین و اگر هم افراد نوجوان و جوان در خانه و زندگی دارین مراقبت کنیم که آنها را آگاهی بتیم تا ای که خدای نکرده به سمت مواد مخدر نروند خب خانم حسینی در رابطه مواد مخدر صحبت هایی داشتیم حالا تعریف بلدیم. کردیم برای بیننده ها عوامل رو بیان کردیم و موضوعات دیگه و امروز میخوایم که آثار و پیامت های بلدیم. این مواد مخدر و اعتیاد را صحبت کنیم خب خانم حسینی اولی سوالی که چرا با وجودی که ما الان در اصل ارتباطات هستیم بلد. میگن عصر رسانه بله. وقتی میگیم رسانه و ارتباطات خب باور کنین از یک طفل خرد گرفته تا نوجوان تا پیر و جوان و همه و همه مرد و زن کلگی در راستای عصر ارتباطات و رسانه همه آگاهی ها را به دست میارن یعنی بسیار از مطالب هایی را که باور کنین مثلا ما وقتی که از کودکان میشنویم فکر میکنیم میگیم سعی ای تو اینا چقدر آگاهیشون آقایش بالاست خب حالا با وجود اینقدر اصر ارتباطات و آگاهی های زیادی که ما از رسانه به دست میاریم چرا باز افراد رو میارن به مواد مخدر حالا شما در برنامه قبل گفتینی گپه که مواد مخدر نمیشناسن پی او عواقب او را خطرات او را و بسیار مسائلی که یک احتیاط برای یک انسان شخصی ایجاد میکنن و اون نمیفهمن رو میارن ولی حالا آره که ما میفهمیم که در عصر رسانه و ارتباطات هستیم چرا پس رو میارن به مواد مخدر بله این چراها بسیار زیاده که بله. برای هر کدامشون هزاران تا چرا وجود داره و جواب که شاید گاهی خودشون برای خودشون داشته باشه و او جواب ناقص باشه من میگم اولین جوابش ایست که شما از رسانه گب زدیم درسته اطلاعات داده میشه اما چه نوع اطلاعاتی چه نوع آگاهی ایست که ما میگیم وقتی که یک رسانه و وقتی یک فرهنگ وارد جامعه میشه قبلش ما باید نحوی استفاده از او فرهنگ و رسانه را آموخته باشیم آسیب های او را بررسی کرده باشیم گاهی در رسانه ها بسیاری از فیلم ها سریال ها حتی گاهی تبلیغات مواد مخدر مثل انواع اعتیاد که سوی مصرف به بار میاره شاید تبلیغ شود ناخودآگاه در شبکه های مخصوصی باشه در رسانه های مختلفی باشه مثل کشیدن سیگارت. خودش میتونه بین قهرمان های داستان ها باشه نمیدونم یک شاید ناس کشیدن باشه که این سوی مصرف مواد میشه و زمینه را ما میگیم ایجاد میکنه تا به مواد مخدر برسه و آسیب های او بسیار از علت هاست یکی از علت هایش ما میگم خود خود کانون خانواده است ها. اگر تاکید ما است که اگر بنیاد یک خانواده چارچوب یک خانه محکم باشه استوار باشه امنیت روانی از آن خانواده تامین شود خصوصا خصوصا فرزندان خانواده اگر در یک بستر مناسب من میگم از عشق از عاطفه پدر مادر بلد. از آرامش روانی تامین شود از ای که تنهایی های خودش با والدینش در میان بگذاره از ای که اگر یک خواسته ای داره اگر یک آرزوی در دل داره اگر یک گف... گب گفتنی داره که شاید رویش نشود و کسی بگه یک از اعضای خانواده امین و رازدارش باشه خو این نوجوان ما ای فردی که در این خانواده زندگی میکنه خب گرایش پیدا نمیکنه در یک سمت و سوی دیگه که ممکنه راه های انحراف ایره و سوی ما خدر باز بکنه گاهی مشکلات روحی و روانی که در اعضای خانواده سراغ مثل شکست ها مثل دست دادن عزیزان مثل مرگ و میر مثل مهاجرت خود فقر تمام اینها بستگی داره به او بستری که این فرد زندگی میکنه اگر یک شکستی را این فرد تجربه بکنه خب برای یکی که در یک تسکین نیاز داره ما میگیم در یک آرامیشی که امید بری بده خب اکثرا میرن سوی مصرف مواد استفاده میکنن یا خب اولین که من میکشم احساس میکنم که او آرامش به من داده خب این زمینه میشه که رو به مواد مخدر بیاره یعنی که با وجودی که متوجه هست که امکانش هست که یک صدمه بسیار زیاد بر از بزنه ولی باز هم به خاطر به خاطر که اون همون لحظه فضا او لحظه را تسکین بده خدا به صورت آنی به صورت بخ... لحظه‌ای بخواد خودش تسکین بده خودش تسکین اگر ادلائلش... خانواده باشه بله اگر آه. خانواده باشه خب این جایگزین میشه برایش یعنی که یکی از دلایل ازی که مثلا یک فرد میایه وارد اون موضوع میشه به وارد احتیاط میشه هرچند که خب میفهمید حالا ما گفتیم که حتی یک طفل خرد میفهمه اینطوری ازش پرسان کنی که مثلا سگرت خوب است میگه نه نه بگوی که اعتیاد مواد مخدر میگه او اصلا نباید خواهاله که قسمی است خیلی خاص داره که یک نفر وارد این موضوع بله. وارد این بسیار دلایل خاصی, خاصی داره باز بس یکی دلائلش شما گفتین که میتونه فقر باشه که او شکست های, زیاد شکست های زیادی ها در زندگی خوردن ناکام مانده و حال میخوای که خودش را تسکین بتم بله خودش تسکین و بدن. وارد این محرطه میشه وارد این مورد میشه خب ببینیم بسیاری از افراد خانواده است مثلا مادرهای را پدرهای را ما داریم میبینیم که میگه ما بسیار ثروتمند هستیم ما هیچی کم نداریم در زندگی خود ما یک دانه یاد دانه طفل بیشتر نداریم خب ما قدر به اینا رسیدگی کردیم قدر ما به اینا توجه کردیم هرچی که بگویم ما بر از اینا فراهم کردیم بهترین زندگی بهترین امکانات همه چیز فراهم از آخر میبینیم که اولاد ما موتاد شده به ماد مخدر یایی که سگرت کشیده یا نیفا ممسال ای چطور میشه؟ این دیگه ناکام شکست فقر اینا نبودن ای بس بلی. چی هست؟ ما میخوایم همه اینا رو بررسی کنیم بسیارم عالی بسیارم سوال خوب و به جای کردن شاید ما با اکثر خانواده که از لحاظ مالی هیچ مشکلی نداشته باشه تمام نیازهای اعضای خانواده خصوصا فرزندان فراهم شده بدون هیچ سختی و دغدغه‌ای من میگم خب محبت همون کانون گرم خانواده که میگیم هدف ایست که غیر از ای که ما نیازهای مالی فرزندان خود فراهم میکنیم آیا نیازهای عاطفی و روانی و روحی فرزندان ما فراهم شده خب من یک سری بسیار از امکانات رفاهی را در اختیار فرزندان خود گذاشتم منتها من آیا نشستم با اولاد خوب در روز یک ساعت نیم ساعت گفتگوی دوستانه داشته باشم بازی کرده باشم تفریح رفته باشم یک گرد همای خانوادگی داشته باشیم با هم قصه بگیم با هم جوک بگیم چرا که این نیاز هم بودن به هم محتاج بودن او پیوند عاطفی که بین اعضای خانواده وجود داره من میگم اینها بسیار کم بوده و امکانات رفاهی داده شده گاهی ما اگر بیش از حد خصوصا مهم. بر کودکان و نوجوانان خود یک سری از امکانات رفاهی را فراهم بکنیم و ای که شاید پدر مادرها شاغل و هستن کمتر با فرزندان خود از لحاظ تماسی ارتباط دارن خیلیشون هستن که حتی سرویس رفت و برگشت برای اولادایشون در دا مکاتب داره مهم. شاید پرستار خانگی داره و حضور پرمهر پدر و مادر و آغوش گرفتن پدر و مادر من میگم محروم هست اما امکانات داره خود این امکانات هم میتونه زمینه باشه برای ورود به ای که یک تفریح داشته باشه خب فرزندان با قرارهایی که شاید من قرارهای دوستانه داره این آزادی را از شاید داشته باشه امکانات پول و رفاه در اختیار داره خب میگم امروز ما تفریح میخوایم یک دوره همه دوستانه داریم شاد باشیم آه. خوش باشیم یک ماده را که میتونه الکل باشه دوستان میتونه ناباب درست دوست بله دوستان ناباب باز ای دوستی این تاثیر ببینیم همه اینها پشت سر هم یک عامل اگر باشه عامل های دیگر زیر مجموعه خودش قرار میده این کمبود عاطفه خانواده مهم. امکانات رفاهی بسیار زیاد که در اختیار فرزندان قرار میدیم باعث میشه که سوی استفاده شد و باعث میشه که در خوشگذرانی برن یک مادر مثل سیگرت مثل الپا بله، ممکنه بله. تجربه بکنه که شاد باشه و باز بله. او وارد میشه گروهی دوستان که میشه گزینه بعدی آه. که نوجوانان ما در ایران خب بعد از یک وقت میان برنامه بیشتر صحبت میکنیم سوالات بسیار زیاد است و اگر عزیزان بیننده هم سوالات دارن ما منتظر هستیم و خوش میشیم از گفتن سالات و پیام های شما عزیزان بعد از یک وقفه ما را همراهی کنیم سپاسگزار هستم از حضور گرم همه شما عزیزان بیننده و, و همراهان همیشگی امیدوار هستم که در کنار اعضای خانواده تان در یک محبت در عشق و صفا و صمیمیت زندگی بسیار خوب را داشته باشین و بیننده برنامه روشنا هم باشین در رابطه با اعتیاد و مواد مخدر و آسیب های روانی صحبت و گفتگو میکنیم و میخواییم که پیامدها ها و عواقب از او را با شما عزیزان گفتگو کنیم و بگوییم برای شما که چه عواقبی داره و چه خوب است که این عواقب و پیامت ها را هم برای نوجوانان عزیز و اطفال و کودکان با وجودی که خب شاید مطالعه و آگاهی ها داشته باشن چون اصر ارتباطات و رسانه هست ولی خب باز هم وظیفه ما که به عنوان رسانه هستیم این هست که آگاهی و اطلاعات برای شما والدین و همچنین شما نوجوانان و جوانان عزیز بتیم که انشالله وارد این مواد مخدر و اعتیاد و این موضوعات نشویم خب خانم حسینی ببینید مثلا یک فرد گای وقتا فکر میکنه که خب من یک انسان هستم و آزاد هستم خب بله. من اگر مواد مخدر میخوای مصرف کنم یا معتاد شوم یک امر فردی است، یک امر بله. شخصی است. بله. بله. خب من به ب... من ربط نداره, نداره. که دیگران چی میگن بله. یا چی اتفاق برای دیگران میفته من فکر میکنم که این گونه افراد احساس میکنن که یک موضوع فردی است بله. خب من خودم مصرف میکنم بله. و چه ربطی به دیگران دارن و چه ربطی به این که به دیگران صدمه ای بخوره آیا این درست است این عقیده من احساس میکنم قسم افرادی که دوچار مواد مخدر شدن و به حال رو آوردن به این موضوع این احساس دارن که خب یک مسئله شخصی یک مسئله شخصی به کس ربط نداره من خود مواد مصرف میکنم خود معتاد شدیم و این ربط به بقیه نداره آیا یه ای امسری و او که خود از او از مصرف میکنه آثار و پیامت رو میخوایم بیان کنیم دیگه بله، بله. هم برای خودش هم و هم بله. برای دیگران بله دقیقا وقتی میخوایم آثار و پیامدهای منفی و آسیبزای مواد مخدر امه. رو بگیم همین سوال شما داده میشه بله. که فرد با همچین تصوری که یک پدیده شخصی است یک چیزی است که مربوط به خود ماست درسته آثار و پیامدش اولین آثار منفیش آثار فردی است بعد ام. وارد خانواده هم میشه چرا که خانواده درگیر مسائل بله. اعتیاد خودش میکنه بعد وارد جامعه هم میشه چرا که او مواد باید از جامعه تهیه بکنه او او مواد مگه خود فرد میتونه تولید بکنه و یا در اختیار خودش قرار بده بلکه این خانواده درگیر میشه به خاطر مسائل روانی که برای پیش میاد به خاطر مسائل خانوادگی که ایجاد میشه بعد میره وارد اجتماع میشه و اجتماعی مواد باید تهیه و از طریق اجتماع و اینکه آثار اقتصادی بسیار زیادی داره که هم بر خود فرد هم بر خانواده و هم بر جامعه که باید او پیسه و او پول مواد تهیه بشه بعد میشه دوچار او ناهنجاری های اجتماعی شما وارد نگاه... میشن شما از این نگاه میبینین می که این به خاطر تهیه از او مواد باید پول به تکیور تهیه کنن خب من از این نگاه میگم میکنم که چرا مسئله بوده اقتصادی دچار مشکل میشه چون یک عضو یک خانواده و جامعه دچار بیماری اعتیاد شده, شده و نمیتونه به عنوان یک انسان و به عنوان یک فرد فعال در جامعه بلی بلی. حرکت داشته باشه پویایی داشته, پویای باشه،, باشه, و فعالیت داشته باشه آره. درست؟ ای بعدش این میشه بله. انگل جامعه انگل جامعه میشه چرا که باعث میشه یک فرد یا چندین فرد از داشتن یک شغل مطلوب که نیازهای جامعه را برآورده میکنه آره درست است هر دو, دو, دو میتونه درست بشه هم از هزینه که برای فرد گاهی جنبه فردی شاید ممکنه داشته باشه خب بسیاری از افراد از این موضوع اقتصادی چرا که بنیاد اقتصاد جامعه بسیار میار پایین گفت همچین داشتن این شغل های مفیدی که میتونست این فرد یک شغل مفید در جامعه داشته باشه و باری از دوش جامعه برداره خودش میشه یک بار که بر روی جامعه افتاده خب میشه یک بار روی جامعه ولی خب از او بود دیگه ای که یک مثلا بسیاری از افراد از تهیه این مواد بسیار باز به پول ها رسیدن به پول ها میرسن بله باز این شغل شغل‌های شغل های, های کاذب یا شغل های غیر قانونی وارد باز یک پروسه غیر قانونی بودن بله. میشه که از این طریق خب پولشویی صورت میگیره از این طریق اقتصاد جامعه بله. میشه از این طریق قاچاق مواد صورت میگیره و آسیب های کلان سیاسی حتی بر جامعه و فرد وارد میشه خب از او... تک تک ای, ای مسائلی که گفتیم خب نیاز به توضیح داره خب اولین آثارش که آثار فردی است بله. خب این فرد وقتی دچار مواد اعتیاد میشن چه آثار و پیامدهای منفی داره؟ اولین آثار و پیامد منفی وضعیت جسمانی و وضعیت ظاهری بیمار است با دست. توجه به نوع مصرف مواد مخدری که داره از کمترین مصرف شروع میشه تا به بیشترین مصرف میرسه که او وابستگی روانی رو ایجاد میکنه وابستگی جسمی رو برش ایجاد میکنه و تغییرات جسمی ضعف جسمانی داره رنگ پریدگی داره بله. خراب شدن دندان ها وقتی میگم بیمار دیگه معلوم است که اسمش معلوم دار بیمار میشه خب از یکی از لحاظ بهداشت فردی رایت نمیکنه چرا که بدنش سست و بیحاله توان نداره انرژی ای روز به روز کاسته میشه ضعف قوای جسمانی داره با کوچکترین زکام خواهی از پادر ممکنه بیاد و و نیاز به تداوی پزشکی برش ایجاد بکنه چرا که سیستم ایمنی بدنش ضعیف میشه و ای که مهمترین و خطرناکترین آسیب است که به مغز ای آسیب وارد میشه بله تغییرات مغزی برش ایجاد میشه که همون وابستگی روانی رو بیشتر تاکید داریم یعنی که, نمیتونه کنترل کنه خود بله بله. گاهی وقتا دچار خش میشه گاهی وقتا دچار عصبانیت از طریق رفتار بله او باز میشه از طریق واکنش بله. های رفتاری دچار بله. تغییرات خلقی و رفتاری میشه فرد با خودش درگیری داره با اعضای خانواده درگیر داره با جامعه درگیر داره ضعف قوای جسمی و جنسی داره ممکنه در طولانی مدت باعث عقیم شدن مردان شوه و باعث نازایی زنان شوه آسیب های فردیش میشه و باز که میرسیم به یک آسیب های خانوادگی خب وقتی یک از اعضای خانواده خصوصا نوجوانان ما طبق آخرین آماری که ارائه شده بسیار امروزه متاسفانه شوی مواد مخدر خودش یک زنگ خطر بسیار بزرگ نه تنها برای خانواده برای جامعه است چرا که سن مصرف مواد مخدر بسیار کم شده اگر آه. در گذشته بود شاید فقط گروه خاصی یا کلانترها یا مردها بله. به مواد مخدر روی میارد بله. اما الان دختران ما و زنان ما هم مهم. درگیری این مواد هستند و سن از 15 سالگی حتی گاهی زیر 15 سالگی ما کودکان ده ساله دوازده ساله داشتیم که معتاد به مواد مخدر بوده و این بسیار زنگ خطر بزرگی برای تمام جوامع محسوب میشه و این که خب یک از اعضای خانواده وقتی دوچار مصرف مواد میشه بله. اختلاف درگیری جگرخونی مم. من میگم قصه خوردن غم و اندوه فراوانی را بر سایر اعضای خانواده که سالم باشه ایجاد میکنه بله. و این میشه که اختلافات ها ایجاد میشه و این باعث میشه که پیوندهای خانواده به مرور سوز شود چرا که بی اعتمادی به وجود میاد دیگه بارم. اگر او فرزندشان دوچاری مصرف شود یا همسرشان باشه یا یک از اعضای دیگه خانواده باشه خوی اعتماد از بین میره چرا ام. که ادی مراقب هستن که کجا میری چی میخوری چی مصرف میکنی و این باعث باز ایجاد بدگمانی میشه باز این فاصله های پیوندی که یک خانواده سالم داره از هم جدا میشه باعث میشه که باز پیامت های بعدی رو پشت سر هم داشته باشه امه. مثل اینکه که تر شدن از اعضای خانواده بله. دور شدن از اعضای خانواده امه. و اینکه مصرف مواد به مرور که بیشتر شده خانه رو ترک میکنن امه. ما بسیار از نوجوانانی داریم که ترک از خانه داشتن بله. بعد لطو کوب توسط والده این داشتن که شاید میگفتن از این طریق اولادای خدا تحت کنترل بگیرد، تنبیه بکنه و این باز هم آسیب های روانی را در پی داره که دچار افسردگی دچار خشم و پرخوشگری دچار خودزنی ها و خودکوشی ها گفتیم در این زمینه اتفاق می می‌بینیم وقتی یک علتی یک آمیلی باعث میشه عوامل دیگه و آسیب های بعدی دیگر رو پشت سر داشته باشم. و ای که گاهی طلاق ها ممکنه یک خانواده تک والد باشه به. یا مادر باشه یا پدر باشه وقتی یک مسئولیت نگهداری در اعضای خانواده من میگم کمتر باشه خب او تمام سختی ها مسئولیت ها وظایف و برآوردن نیازهای خانواده ددوش دوش یک نفر میفته بله. او شاید فرصت و زمان نداشته باشه اتفاقا با یک از مراجعه که صحبت میکردیم نوجوانی بود که به مواد مخدر از 16 سالگی رو آورده بود و به. الان حدود 25 سال جوان است می گفت که علت اعتیاد من این بود که پدر من اخو ازدواج دوم داشت ما رو ترک کرد بلد. و تمام مسئولیت خانواده بر عهده مادر ما افتاد مادر مم. ما صبح بسیار دو که ما در بودیم بله. سر کار میرفت و شب که ما در خواب می‌رفتیم مادرمون برمیگشت و ما روی مادر خود نمیدیدیم و این باعث میشه که یه پیوندهای عاطفی ضعیف شود پس خود طلاق هم جز آسیب ها و پیامت ها هست که این مواد در پی داره گاهی بالم. هم میبینیم که در یک خانواده خانواده به هم پیوسته هستن مون تا از همسران دوچار اعتیاد میشه بازم پدیده طلاق رخ میده باز تر... ترک خانه رخ میده گاهی خود اعتیاد که پدر مادر اعتیاد داره باز ای هم میشه اولگو برداری بله اولاد های ما متاسفانه بله. خب وقتی ای خانواده را میبینیم که پدر و مادر دوچار اعتیاد هستن یا یکیشون فرزندان دوچار اعتیاد, اعتیاد, دو اعتیاد اعتیاد میشه مم. و ای خطر من میگم این زنجیره میتونه همچنان ادامه پیدا کنه و خودش میشه یک سیکل بله. متاسفانه. و جالب است خانم حسینی شما گفتین که گاهی وقتها مثلا یک مشکل در داخل خانه هست حالا پدر فوت کرده یا دچار مشکلات خاص دیگه هست خانواده بدون سرپرست فهم. هست مادر سر کار میره حالا اعضای خانواده به جای که مشکلی از مشکلات را حل, حل کنن و کمتر کنن میاین وارد هیته احتیاط میشن و بار سختی و مشکلات او خانواده را بیشتر, بیشتر می کنن. میکنن این ناشی از چی هست؟ ناشی یعنی تفکر این کی... اینها نسبت به مواد مخدر چی است که وارد این مقوله میشن با وجودی که میفهمن که ما باید حل مشکل داشته باشیم در زندگی حالا شاید مادر میره سر کار خب مشکل اقتصادی وجود داره این باز وارد محوطه مقوله اعتیاد میشه و به مشکلات زندگی و خانوادگی خودشان بیشتر دامن میزنن خب، وقتی میگیم که ما نمیتونیم یک علت خاص قطعی بگیم که فقط صرفا به خاطر ای رو به مواد آورده امکان نداره که ما یک علت یا دو علت رو بگیم ما میگیم هزاران علت باعث میشه دست به دست هم بده که این فرد دچار مصرف کننده مواد مخدر باشه خب خودش همون نظام خانواده تاثیر داره روابط والدین تاثیر داره نوع روش های فرزند پروری هم تاثیر داره تمام اینها گاهی میبینیم در علت نوجوانان که یک از علتاش ایست که روش های فرزند پروری والدین ما اشتباه هست سختگیری بسیار بیش از حد داره میخواد بسیار مراقبت بکنه از فرزندانشون بیش از حد سختگیری دارن این سختگیری من میگم باعث یک نوع میشه در فرزندانشون که میخوای تجربیات جدید بکنه خودشون ریسک بکنه خودشون بگه که خب شما که اینقدر سخت میگیریم ما هم هستیم ما هم توانایی داریم گاهی گفتیم نشانه های شخ ویژگی شخصیتی یک فردی در خانواده میبینیم که اگر پنج اولاد باشه من میگم یک اولادش معتاده و بقیه اولادا سالم بسیار سربرا و بسیار شاید داره تحصیلات عالی باشه خب همون روشه همون پدر مادره اما یک نفر خب ببین این ویژگی های شخصیتی ما انسان ها هم بسیار متفاوته یکی داره ای, ای که من میخوام تجربه بکنم من میخوام خودی نشان بدیم گاهی من میخوام جلب توجه بکنم از این طریق دقیقاً. که من هم وجود دارم شاید مردانگی خود بروخ بکشم گویی گاهی زنانگی خود ما وقت با دخترانی که در این زمینه باله, باله. معتاد میشن ام. اولین سوال که میپرسیم خواهی آیا علت خاصی داشتیم بله. خب رو در خانه آدم حساب نمیکردم تحقیر میشدم می نادیده گرفتم میشدم سرزنش میکردن می مرا خب ما هم میتونم مثل مردان شاید این تصور باشه گاهی در ذهن ما ایجاد شده که اعتیاد فقط مخصوص مردان است ولی در جامعه اکنون زنان و دختران ما هم دچار اعتیاد هستند و این را میخوان ثابت بکنن که ما هم ما هم هستیم, هستیم. پس این تحقیر شدن ها نادیده گرفتن های جوانان و جوانان در زندگی خودش میتونه مقدمه ای برای وارد شدن اونها در فضای اعتیاد باشه این موضوعات را دقیق ببینیم و سهلنگاری و سختگیری را هم در زندگی کنار بانیم و زندگی اقتدارگونه را پیش ببریم و انشالله که موفق باشیم بعد از یک وقفه همچنان همراه ما باشیم خب تشکر از اینکه همراهی کردن برنامه روشنان را تا این لحظه و آثار و پیامدهای فردی و خانوادگی اعتیاد را بررسی کردیم گفتگو کردیم و حالا میپردازیم به اجتماعی یعنی که ببینیم چه پیامدهایی در اجتماع و جامعه ما دیده میشه خب خانم حسینی حالا که پیامدهای فردی رو بیان کردیم و گفتیم که خب چه قدر زیاد میتونه پیامدهای داشته باشه و به دنبال او در یک خانواده ما چه قدر و مشکلات را میبینیم پس قسم نیست که یک فرد بگویه که خب بمجی من حالا که خودم معتاد هستم و اعتیاد دارم به مواد مخدر این یک امر شخصی است نمیش. و رابطه به اعضای خانواده و جامعه ما نداره دلشان هر کس زندگی خودش را پیش میبره پس این نمیتونه ای واقعیت داشته باشه هر فرد در, این در یک خانواده میتونه که فرد مفید در یک خانواده ده. و اجتماع باشه خب پس حالا خانواده رو که بیان کردیم اگر نکته هست بیان کنیم که بپردازیم به اجتماع و جامعه اگر اجازه بدین یک نکته اه آه گفتم بگم برای خانواده که احساس میکنه مهمه توی روش های فرزند پروری که عزیزان حتما مطلع هستن یک از روش ها که سخت بود که او آسیب خودش داشت یک از روش های فرزند پروری سهل گیرانه است آسان بسیار همون مثل که امکانات در, در اختیارشون بذاریم آزادی بیش از حد در, در اختیار نوجه نوجوانان و فرزندان خودمون قرار بدیم و یکی هیچ کنترل و نظارتی نباشه خب دقلیقا. یک فضایی که من میگم پر از امکانات باشه دلی. پر از آزادی های افراطی باشه دلی. نظارت والدین هم بر اون نباشه خب این خودش میشه آسیب این خودش دلی. میشه که روی بیاره به یک چیز مواد مخدر دلیقا. و خطرات دیگه دقیقا اصلا کلا ما اگه خانواده ها رو بیایم به سه دسته تقسیم دلی. کنیم ما سه دست خانواده داریم کلا بعضی خانواده ها هستن که سرگیرن بله فرق نمیکنه اولاد کجا میرن کجا میاین چی میکنن کجا میرن براشون فرق نداره بعضی خانواده هستن که بیش از حد سختگیر گیر بله. قدر قید دارن قیدگیر هستن هیچ اجازه نمیتن که نوجوانان و جوانانشان در جامعه رفت آمد داشته باشن ولی باز بعضی حد اعتدال گرفتن بله اون اعتدال همون روش مقتدرانه همراه با نظارت همراه مم. با عشق همراه با عاطفه خانوادگی است که میتونه یک خانواده سالمه به ارمغان بیاره درست. خب بسیار زیاده که میخوام گپ بزنیم خب میریم روی عوامل و پیامدهای اجتماعی گفتیم بلی. خب فرد هم خودش درگیر شده هم خانواده رو درگیر کرده مم. و این خانواده و این فرد در یک جامعه زندگی میکنه خب چی بخواهیم چه نخواهیم جامعه درگیر شده بله جامعه چرا که یک جامعه پویا و سالم هست که افراد او جامعه هم سالم باشه افراد او جامعه هم فعال باشه داره تحصیلات باشه شغل باشه تا وضعیت اقتصادی و سیاسی او بله. جامعه بر رشد و اعتدال و من میگم به رشد و ترقی برسه آه، آه، یا وقتی چرخه اقتصادی, اقتصادی بسیار خوب بچرخه بله. وقتی این فرد معتاد وارد آه. جامعه میشه خب با یک فرد بیمار رو شده با یک فردی که خودش آسیب ایجاد میکنه خودش خلل در نظم جامعه وارد میکنه چرا به. که ممکنه دست به دوزی بزنه ممکنه بر اثر او رفتارهای روانی که گفتیم پرخاشگر شود خب جنگ و جدل به راه بیاندازه و امنیت به خطر بیاندازه خیلی جا او رو به کار نمیگیرن او که از دست دادن شغلشون میشه که هم خودشون بیکار میشه بله، خب این بیکاری خب بکاری... داره که یک پول پیسه داشته باشه بله، که ما باز آو او باعث کنه. میشه که خب این پیامت های منفی دیگر در پیدا داشته باشه پس الان خود جامعه از داشتن یک فرد سالم که میتونست یک شغل شغل در جامعه داشته باشه محروم شده امه. روی به دزدی میاره که باعث این میشه که خب ترس رو به در مردم ایجاد بکنه که این ممکنه روی به گدای کردن بیفته که این خودش باز یک شیوه ناپسند اجتماعی است که بسیار رواج پیدا کرده و این که تقلب بکنه دروغ بگویه بله. کلاه گذاری سر مردم انجام بله. بده و رفتارهای نابهنجار اجتماعی دوچار رفتارهای ضد اجتماعی ممکنه خب قتل و جنایت هم صورت بگیره بله. حتی به دیگران آسیب جسمی و جنسی وارد بکنه در جامعه که خطراتش داره باز روی میاره به مواد قچاق این خودش هم میتونه جز آسیب های اجتماعی بسیار خطرناک باشه که در این جامعه رواج داره و بدتر از او دچار شوی بیماری های خطرناک و افونی مثل ایتس بله. مثل هپاتیت ام. خب از اولین بار شاید در کشورهای فقیر جهان خب از طریق تزریق مواد مخدر ایجاد شدن بله بله پس این خودش ای آسیب هم که فردی است بله. ولی نوع بیماری که یک بیماری عفونی هایی که میکنن بله، یک آه. نوع بیماری عفونی و واگیردار اجتماعی است بله، که از این بله. طریق این شوی بیماری ها را زیاد میکنن و این میشه جزء خطر چرا ام. که این جامعه به خاطری که نیروی عظیم کار من میگم از دست میده اگر تعداد معتادانش زیاد باشه خب نیروی مقاوم هم نداره شاید تیم قوی هم در این زمینه کم باشه امه. و این میشه که آسیب های اجتماعی رو همچنان پشت سر خودش من میگم در پی داره مثل که ترک تحصیل دانش آموزان ما صورت میگیره خب از بله. مکتب گریزان میشه درستا. که این پیامد منفی میشه چرا که ما محروم میشیم از داشتن یک فرد تحصیل کرده که باید روند اجتماعی رو رشد میده بله. ولی خب این کم دقیقا. شده دقیقا و خود جامعه و نهادهایی که مربوط میشه به همه مواد مخدر کوشش میکنن تلاش میکنن که اینگونه افراد را دوباره درمان کنن و این خودش میتونه یک کار باشه برای یک سرباری باشه برای, باشه برای دولت بلی 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 چون مجبور دولت. است که یک خرج داشته باشن مخارج داشته باشن که بتونن اینا را جمعوری کنن ترک بتن درمانشان ده کنن ده. و دوباره به عنوان یک انسان سالم, سالم به سالم. خانواده ده. و جامعه برگردانن گاهی هم در بین نوجوانان وقتی صحبت میکنیم حتی پخش مواد مخدر دارن در مکاتبشون متاسفانه شاید نظارتی صورت نمیگره و این هم یک رواج اجتماعی ممکنه باشه گاهی هم در اجتماع برای که اولین بار بخوان یک نوجوان یا یک انسان وارد این ای ما مواد مخدر بکنه خب اولین بار مواد رایگان در اختیاری عزیزان قرار میده که اتفاقا ایر ما با چندین مراجعه که صحبت کردم اولین بار گفتم برای تهیش مشکلی نداشت یعنی که معتاد نبوده فقط نبوده. کسی بوده که جابجا میکرد مواد به ما داده مواد رایگان در صورت که خب فهمیده که فرد دیگه معتاد شده کار از کار خلاص شده دیگه گفتید خودید باید تهیه بکنی مواد دیگه من تهیه نمی کنی. مواد اولیه یعنی آسان بودن و در دسترس مواد قرار گرفتن در جامعه دقیقاً. خب شاید من میگم یک تیم باشه یک چیز خاصی باشه که برای که جوانان ما را منحرف بکنه بله، گروه های بله. دوستی که نوجوانان امه. در جامعه وارد میشه در مکاتبشون کورس هایی که داره خب بله. مخصوصا نوجوانان در سن بلوغ تمایل بسیار به استقلال تمایل بسیار به جذب گروه های هم سن و سال خودشون داره و ای جذب شدن گروه ها شاید نه همیشه این مورد هست بله بلکه بله. ما گروه های بسیار سالمی هم دارم اما گاهی در گروه ها جزب های ناسالم اگر ایجاد شود خب یکش میتونه همین توضیح کننده مواد مخدر باشه یا پیشنهاد همون حالتی که بله. اولین بار که میپرسیم میگه که من تفریحی مصرف کردم ها دیگه وقتی که در اختیارشان در اختیار نباشه باشن. تفریحی مصرف کردن خانم خوب شده در اون لحظه سرخوشی داشتم ام. و این ادامه پیدا کرده که شده من یک فردی که دوچار مصرف مواد بله. مخدر هستم خب انشاءالله ما در برنامه های بعدی که جامعه چه وظایفی دارن چه کارها و چه برحال پالیسی هایی را به دنبال داشته باشند تا که مانعی ازی شوند که به راحتی به دست جوانان و جوانان و هر کدام از اعضای خانواده و جامعه به راحتی به دستشان نرسد تا ای که اینها هم وارد اون مقوله و وارد این محوطن نشوند خب صحبت و گفتگو زیاد هست زیاد وقت هست برنامه باید. خلاص شده ما مجبور هستیم که با بینندگان عزیز ما خدافیزی کنیم صحبت نسبت به این موارد زیاد هست و این گفتگو همچنان ادامه دارد در روزهای سهشنبه حتما با ما باشین تشکر و سپاسگزار از همه شما عزیزان بیننده و همچنین کارشناس محترم برنامه موفق و پیروز باشین تا روشنهای دیگر شما را به خدا نسبت خدا نگهداری شما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم